بریم با هم دیگه یه تمرین دیگه ببینیم یه مسئله یه واقعی تر رو میخوایم این دفعه حل بکنیم توی مسئله قبلیمون خیلی واقعی نبود دیگه یه سری دیتا علکی ماک در واقع آوردیم و سعی کردیم که اینو تبدیلش بکنیم به تنسورفلو دیتا ست دیتاست ست و یه سری ویژگی رو سعی کردیم ببینیم مثلا اون بحث اکسترکت کردن دیتا و مپ کردنش رو در واقع ترانسفورم کردنش و اینا رو اصلا ندیدیم با هم دیگه. توی این مسئله واقعی رو میبینیم به با, با هم دیگه ایمپورت بکنیم باز این لایبرری هایی که نیاز داریم و این ورژن تنسور فلور رو هم پرینت میکنیم 2.8.2 این این ورژنی که الان در حال حاضر که ما داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم ورژن دیفالتیه که روی کلاب نصبه حالا شما امکان داره وقتی دارین اینو تست میکنید و امتحان میکنید ورژنش متفاوت باشه خیلی هم مهم نیستش کارهایی که داریم میکنیم روی ورژن بعدی هم با احتمال خوبی کار خواهند کرد ارزم به حضور شما یه دیتاست داریم یه دیتا ست ایمیج کلاسفیکیشنه به اسم دیتا ستر فلاورز که میخوایم گون پنجتا تا گونه مختلف گل رو با هم دیگه کلاسیفای بکنیم این پنجتا تا گونه اینجا نوشتیم واسطون دیزی و دندلیان و روز و سان فلاورز و, و تولیپس اینو اول میایم دانلود میکنیم این دیتا رو میخوایم دانلود بکنیم توی هاردمون یا حالا اینجا کلب یه فضای استوریج هم در اختیار ما قرار میده که دیتا ها رو روش ذخیره بکنیم چجوری اینو ذخیره میکنیم یه یو داره که یو این دیتا ست هست با یه ابزاری که کراس داره به اسم گت فایلز میتونیم اینو بگیریم این فایل رو خب و اکسترکتش میکنیم یه دیتا دیر بهمون میده که دیرکتوری دیتا مونه که پرینتش که بکنیم توی این مسیر ذخیره شده این مسیره توی این ماشینیه که کولب در اختیار ما قرار داده یه الس میگیرم از این مسیره دفعه پیشم فکر کنم گفتم با علامت تعجب میتونیم کامندای شل ران بکنیم کامند ترمینال در واقع ران بکنیم الس میگیرم ازش که لیست بکنه چیزایی که این زیر داره رو خب میبینیم که در واقع یه سری دیرکتوری داره به اسم هر کدوم از این کلاس هایی که ما داریم که زیر این دیرکتوری ها یه سری اکس دیگه که مربوط به این کلاس ها مثلا این سان فلاورزش رو بگیریم سان لس بگیریم یه تعدادی عکس جی پیگ دیگه یعنی فایل جی پیگ این زیر ذخیره شده پس ساختار دیتا ست اون اینجوریه که یه تعدادی فولدر داره به تعداد کلاسامون و از توی هر فولدر یه تعدادی عکس جی پیگ که مربوط به هر کدوم از این کلاس هم. حالا یه لایسنس هم اینجا داره که یه فایل لایسنس مگا مگابایت و, و اینکه در کل هم سی سد و, سه هزار و, سد و هفتاد تا عکس در کل وجود داره اینجا که میتونیم اینجا در واقع لیستش رو بگیریم و پرینتش هم بکنیم میبینیم که 3670 حالا میخوایم با هم یه ذره این دیتا ستر رو اینسپکت بکنیم ببینیم که چی به چیه اینجا با پیلو میتونیم این اکس ها رو باز بکنیم کاری که اول کردیم اومدیم با گلوب در واقع کل اکس که توی دیرکتوری روزز هستن رو گرفتیم و یکشون رو اینجا پرینت در واقع با پیلو باز میکنیم که ببینیم چیه ولی این دفعه چون چیز متفاوت بود عکسش. عکس روزه دیگه میبینیم یه گل روزه حالا باز مثلا یه دونه دیگه هم میتونیم پرینت بکنیم اینجا ببینیم عکس گل روز هستش خب حالا باید چیکار بکنیم حالا در واقع اون مسئله واقعیمون رو داریم دیگه یه سری فایل داریم که فایل های عکسن با یه استراکچر مشخصی توی فولدر های مشخص هستن میخوایم با این تی اف این فایل ها رو بیاریم توی محیط برنامه نویسیمون و در واقع بازش بکنیم، استراکتش بکنیم، دیکودش بکنیم اه, که تبدیل به یه سری مثلا تنسور بشن بر ما. چی چیکار میتونیم بکنیم؟ اه, دو دو تا راه وجود داره واسه همین برگردیم به چیزایی که توی فصل قبلی یاد گرفتیم، لو لول API، های لول API. اه, دو تا روش من میخوام بگم اینجا برای این کار. اول لو لولش رو میگم و بعد های لولش رو میگم پس دقیقا برای این کاری که میخوایم بکنیم کاری که میخوایم بکنیم چیه یه بار دیگه مسئله رو تعریف میکنم یه سری فایل داریم فایل عکس داریم که توی فولدرهای مشخصی وجود دارن ما میخوایم اولا این عکس ها رو این فایل های عکس رو بیاریم توی محیط تنسور فلو توی محیط برنامه نویسیمون دیکودشون بکنیم که تبدیل به یه سری تنسور بشن یه سری ماتریس RGB بشن و همینطور به ازای هر کدوم از این عکس ها هم لیبلشون رو کنار... کنارش داشته باشیم دیگه که یه تاپلی بشه از عکس و لیبل که بتونیم باهاش ترینینگ انجام بدیم اینو میخوایم با دو روش انجام بدیم یه روش لو لول یه روش های لول اینجا ویدیو رو قطع میکنیم توی ویدیو بعدی ادامه کار رو با هم میبینیم که استفاده از روش لو لولش هستش مرسی